بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خود آغاز میکنیم از بخش های کپی، پیست، رینیم، دیلیت. این چیزا رو میخوام براتون تشکر کنم. علامت کپی کردن و پیست کردن و مثلا کات کردن و شارکت و دیلیت و اندروینا در ویندوز چی مفهوم دارد. خب برای که ما بخوایم حالت های چی رو بفهمیم، کپی و پیست و دیلیت اینا رو بدرستی بفهمیم، خب ما کارهایی انجام میدیم. کارهایی مثلا این همه فایل ما چی میکنم؟ انتخاب میکنم، مدینی چی میکنم؟ کپی میگیرم. کپی یعنی یک کپیش ازش برای ما بگیرم. میم در اینجا در داخل از این فولدر پیست میکنم، یعنی بشود چی؟ کپی. یعنی کپی رو ما پیست کنیم، همون فایل که ما کپی کردیم چی کنیم؟ دوباره اینجا مونه پیستش کنیم. قسمی که شما میبینید تمام فایل هایی که ما در اینجا کپی گرفتیم، من یک فولدر نو ایجاد میکنم، نیومی فولدر ایجاد میکنم، از این فولدر خالی است دیگه، هیچی نیست. ما این فایل ها رو تکمیل چی میکنیم؟ کپی میگیریم. یعنی کپی میگیریم، میم داخل از این فولدر چی میکنم؟ پیست میکنیم. ایشو چی؟ پیست. حالا میبینید که یعنی تمام فایل های ما در اینجا چی دارن؟ قرار دارن. خب هم این فایل های ما در اینجا قرار دارن و هم چی دارن؟ خود سپید استاپ ما چیست موقت داره که اینه حالت چیست کپی میگیم. خب برای این حالت ما دوباره رو چیمیم کنترل زد میکنیم که همه علامت کپی میگه چی نشنم اجرا نشه. ببین اصلا علامت کپی انجام نشه. خب دوباره فایل ما خالی است. اب کپی رو فهمی داره که اینه زمان که ما یک فایل کپی میکنیم موقت در موقت اصلی خود هست یک کپیش نمیدونی دیگه انتخاب میکنم. و برای این کت بگیرم از این فایل بگیرم این کت بگیرم این بار علامت کار فولدر رو باز میکنیم و اینو پیست میکنیم. و زمانی که یک فایل کار میگیریم یعنی فایل دیگه از در موقع تستی خود قرار نداره. زمانی که فایل کار گرفتیم دیگه فایل از اینجا میشه گم میشه. فایل کار میکنه که یعنی قیچی میکنه، یعنی برش میکنه دیگه. فایل در اون جای اثر موقع نداره. تفاوت بین کپی و کار نیست که زمانی که ما یک چیز کپی میگیریم یعنی اصل چیز یعنی خود اصل فایل ما موقت دادم جای اصلی خود، ولی کپی شدم اون جایی که انتقال مول زمانی که کات میگیریم یک چیزا او رو مستقیم یک فایل خود رو مستقیم میتونیم ببریم به جای دیگر. خب گفتیم که پیست هم حالا عمل کرده، یعنی زمانی کار رو کار میکنیم او رو میتونیم یک جایی چی کنیم پیست کنیم. دیگه میم روی چی؟ روی رینیم. رینیم یعنی چی؟ ما بخواهیم یک فولدر خود رو رینیم کنیم میم روی رینیم. مثلا الان کس ام آی سی اسم رو بخواهیم رینیم کنیم با چی؟ با کاکا. این اسمش هست که کاکا شد، یعنی رینیم شدنی علامت اینه که یک تغییر رو در فولدر خود داره میشه بریم چون رینیم میکنیم. و زمانی که ما بخواهیم این دوباره این عملی انجام نشان دوباره میم اینجا رو کلیک میکنیم چی میگیم؟ اندرو رو میم، یعنی به حالت اول خود شد برگشت کرد. و همچنان همین حالت عملی اندرو رو ما میتونیم از کیبورد خود توسط کنترل زد هم چون انجام بدیم. همچنان عملی ببین ما رو کات گرفتیم کنترل زد کردیم دوباره چقدر برگشت کرد. دیگه عملی پیست و کپی هم شارکتش از کیبورد مثلا توسط کنترل سی میتونیم کپی بگیریم، توسط کنترل وی دوباره اون رو پیست میکنیم، همچنین توسط کنترل ایکس میتونیم کات بگیریم، توسط کنترل وی چی کنیم اون رو پیست کنیم. که هم بود بخش های از کپی و پیست و دیلیت و رینیم و اندرو. و دیگه مانده یک چیز الان چی مانده؟ دیلیت مانده. دیلیت چی کار میکنیم؟ دیلیت مثلا ما بخوایم یک فایل خود دیلیت کنیم میتونیم دیلیت کنیم. مثلا من یک دو سه تا فولدر خالی ایجاد میکنم یا فولدر نابکار ایجاد میکنم، ایره ایجاد میکنم دیگه. یک فولدر دیگه من مثلا به یه حالت ایجاد میکنه. خب این اردو فولدر رو میبینیم فایل اضافی است، یعنی فایل اضافی رو آدم باید چی کنه؟ دیلیتش کنه. کجا بودیم؟ اینو در اینجا بودیم. فایل های اضافی رو دیلیت کنم، روی همزی کلیک میکنم، میم از اینجا میگم چی؟ دیلیت. زمان که دیلیت بودیم یک اختاره با مونده بودیم برو بخیره چی کنم؟ دیلیت میگم یک در داخلی فایل پیدا میشه. اونو بگیم داخل ریسایکل بودیم، ریسایکل بودیم و سطح اشغالدانی است. و سطح اشغالدانی یعنی فایل اضافی ما وقتی که ما دیلیت میکنیم چی می داخل رسای قلبم قرار می گیرد. درس امروزی ما همینجا به پایان می رسد.